سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجبه یکی از توییتایی که خیلی جدیدن سر و صدا کرد و راجبه یکی از قابلیت‌های خیلی جدیدیه که به سیرکل تو سرچمون اضافه شده باهاتون صحبت کنم. پس حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. همونطور که میدونین در حال حاضر روی گوشی‌های گلکسی سامسونگ و خیلی از گوشی‌های اندرویدی دیگه وقتی انگشتتون روی دکمه هومتون نگه دارین قابلیت سیرکل تو سرچمون فعال میشه. این قابلیت روی خیلی از گوشی‌هایی که از آخرین نسخه‌های هوش مصنوعی گوگل پشتیبانی می‌کنن کار می‌کنه و طبیعتاً روی گلکسی سامسونگمون هم وجود داره. سیرکل تو سرچمون یه قابلیتیه که اگه اونو فعالش کنین میتونین روی صفحتون یه دایره یا خطی بکشین و اونو توی اینترنت براتون جستجو میکنه. یه قابلیت خیلی جالب و بی‌نظیر که میتونه براتون خیلی مفید باشه و اوایلش هم که اومد خیلی سر و صدا کرد. الان اگه من انگشتم روی دکمه هوممون نگه دارم، همونجور که میبینیم یه نوار جستجو اینجا اضافه میکنه که لوگوی گوگل هم روش هست. اینجا یه گزینه میکروفون داریم، گزینه گوگل لنز هست که به راحتی میتونین از هر سوژه‌ای که دارین یه عکسی بگیرین و اونو توی اینترنت براتون جستجو میکنه. یه گزینه جداگانه‌ای به عنوان ترجمه هم داریم که اگه بخوام اینو بهتون نشون بدم، میرم توی سایت سامسونگ مثلا و انگشتم روی دکمه هوممون نگه میدارم و اگه روی این گزینه ترجمه بزنم، میبینیم که به صورت اتوماتیک زبان سایت رو تشخیص داده و اونو به زبان فارسی برای ما ترجمه کرد. این هم یه قابلیت فوق‌العاده سیرکل تو سرچ هست و ما تا دیروز همین سه تا قابلیت رو اینجا داشتیم و یه امکان جدید و یه قابلیت خیلی فوق‌العاده اینجا اضافه شده به اسم موزیک سرچ. من تا قبل تهیه این ویدیو این قابلیت برام فعال نشده بود و این توییتی که یکی از فعالین حوزه اندروید زده بود برام خیلی جالب بود و تا دیروزم که تست میکردم این قابلیت برام فعال نشده بود. همین امروز و درست قبل تهیه این ویدیو این قابلیت فوق‌العاده برام فعال شده. اگه برای شما هم تا حالا فعال نشده، ممکنه یکم زمان ببره و برای همه فعال میشه. با استفاده از این قابلیت میتونید یه موزیکی که خودتون دارین پلی میکنین یا حتی دوستتون داره گوش میده و حتی اگه توی ذهنتون هست و به راحتی میتونین پیدا کنین. حالا من اینجا بر اساس قوانین یوتیوب و حق کپی رایتی که هست نمیتونم خیلی موزیکا رو پخش کنم و حتما خودتون سعی کنین از این قابلیت جدید استفاده کنین. وقتی این قابلیت هم برای شما فعال میشه، نوار جستجوتون یکم کوچیک‌تر میشه و بین نوار جستجو و ترجمه آنلاینتون یه گزینه اضافه میشه که اگه روش ضربه بزنید میتونید هر موزیکی که دنبالش هستین رو پیدا کنید. همونطور که گفتم این قابلیت به تازگی ارائه شده و برای خیلی هم هنوز فعال نشده یا ازش اطلاع ندارن و هنوز در مورد تمام قابلیت‌هایی که ممکنه بهمون بده هم کسی کامل نمیدونه. ولی من تستی که تو این چند ساعت انجام دادم دیدم بسیار عالی کار میکنه و واقعا منو هیجان زده کرد. مثلا من یکی از موزیکای رضا صادقی رو اینجا پخش میکنم، حالا به دلیل قوانین یوتیوب مجبورم اونو سریع صداشو کم کنم، ولی ببینیم که میتونه اونو تشخیص بده یا نه. روی پلی میزنم. همونطور که میبینیم به قشنگی و به دقت و به سرعت این آهنگو برای ما پیدا کرد و میتونیم از این قابلیت حتی به زبان فارسی هم استفاده کنیم. حالا من میخوام یه آهنگ انگلیسی بچگونه که یه قسمتیش توی ذهنم مونده رو زمزمه کنم و ببینیم چه نتیجه‌ای بهمون نشون میده. زوم 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 we are going to the moon. Zoom, 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 we get there very soon. Zoom, 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 we are going to the moon. همونطور که می‌بینی آهنگم برامون پیدا کرد و میتونیم هر کدومشو که خواستیم پلی کنیم. همونطور که دیدین قابلیت جدید گوگل بسیار فوق‌العاده عمل میکنه و میتونه بسیار جذاب و هیجان انگیز باشه.
این قابلیت فوق‌العاده به مرور زمان برای همتون فعال میشه و حتما توی کامنت ها برام بنویسین در حال حاضر برای شما فعال شده یا نه. من توی این ویدیو سعی کردم شما رو با این قابلیت آشنا کنم و حالا اگه دیدم یه مورد خاص یا یه امکان ویژه‌ای هم بهمون میده سعی میکنم یه ویدیوی تکمیلی درباره اش بسازم. پس حتما این ویدیوی منو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری یا دوستی داری که به دنیای تکنولوژی هم علاقه داره حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیومونو دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیوی بعدیمون. خدا نگهدار.